অ <laughs> Moগt <laughs> به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی سنف نهم. بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان می باشم امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگرده عزیز و مضمون ریاضی خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف نهم با هم دیگه درست است فصل چهارم مثلثات هستیم و درس هفتم ما و شما امروز با همدیگه دیگه اما درس که امروز ما و شما میخوانیم چی است زوایای میل ارتفاع و تنزیل است البته زاوی میل که ما و شما خواندیم دیگه نه گفتیم میل یک خطی که خط مستقیم که با قسمت مثبت محور ایکس ها درست است یک زاویه جور میکنه اون الفا را گفتیم او چی میشه او میشه تانجانت امو زاویه تانجانت الفا میشه میل خط ما و شما این خواندم اما زاویه های ارتفاع و تنزیله میخوانیم امروز بخیر و سوال کار میکنیم و اگر در آخرم کمی در رابطه با چی؟ در رابطه با رادیان گپ میزنیم که رادیان چی است؟ واحد اندازگیری زاویه که ما و شما فعلا درجه یاد داریم و رادیان هم کمی بر شما میگیم که چی است چون در درسهای بعد ما و شما از اون استفاده میکنیم ولی در سنف صنف ده دهم باز کامل رادیان به خیر میخوانیم درست هست؟ فقط یک معرفی کوچک میکنیم که رادیان چی است درست است در آخر درس امروز خب شاگرده عزیز شما باید کارخانگی درس گذشته ما روان میکردین از طریق واتساپ نمبرشم چند است ۲ صر ۹۶۴ 7۸۰ ۲۵۵ ۴ 1۳ درست است خب شاگرده عزیز پس میریم سر تخته و درس امروزه به خیر شروع میکنیم شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است زاویه های تنزیل و ارتفاع که چی است ایا این زاویه تنزیل و ارتفاع بسیار درس آسان است پس من نوشتم میکنم زاویه های ارتفاع و تنزیل زاویه های ارتفاع و تنزیل معنایش چی است معنایش این است که دقت کنید ما و شما اگر این به عنوان مثال دو نقطه P1 و P2 داشته باشیم این نقطه P1 باشد و این نقطه P2 باشد نقطه P2 صحیح اگر یک جسم ما و شما در نقطه P1 باشد سیست ما چی میکنیم ما و شما از پایین به اون در ارتفاع باشد در اون نگاه ب... نگاه کنیم سیست ما و شما در نقطه P2 باشیم و جسم ما و شما در نقطه P1 باشد ما از پایین به با بالا او رو نگاه میکنیم سیست دی... نگاه میکنیم خب زاویه که امین نقطه امین امی خط این رو میشه میگیم خط دید سیست خط دید با خط افق یعنی افق میگیم خط افق جور میکنه یعنی سیست و یک زاویه در اینجا جور میشه و یک زاویه در اینجا جور میشه سیست یعنی زاویه این زاویه پایین رو میگیم زاویه ارتفاع و این زاویه بالا رو میگیم زاویه تنزیل چون پایین آمده یعنی بالا رفته صحیح پس این رو نامش الفا بگیرم این رو نامش رو بتا بگیرم پس الفا چی میشه الفا میشه زاویه ارتفاع و بیتا چی میشه بیتا میشه زاویه تنزیل سعی شد پس دقیقا به این شکلاس و میفهمیم می که این دو خط با هم چی هستند موازی هستند دیگه چرا چون چند خطوط افق هستن، خطوط افق افق با هم چی هست موازی است و میتونیم ثبوت کنیم که زاویه الفا و بتا با هم چی هست مساوی است دیگه چرا بنا به قضیه خطوط موازی و مورب صحیح است ما رو داشتیم که در صفه خبر خواندیم اگر دو خط موازی داشته باشیم یا خط کج به خط کنه اینی هر دو زاویه با هم چی میشه؟ مساوی میشه به عنوان زاویه های متبادله خواندیم صحیح است؟ دستین فافتون خواندیم دیگه نه؟ پس دقیقا نمی الفا و بتا با هم چی است؟ مساوی است امیر برش میگیم زاویه ارتفاع و بتا رو میگیم زاویه تنزیل درست است؟ پس زاویه های ارتفاع و تنزیل خوب فهم میدیم بسیار آسان است اما سوال از چه رقم کار میشه؟ سوال از چه رقم کار میشه؟ ما تختار پاک میکنیم و یک مثال برات کار میکنیم که بفهمی چه رقم میشه درست است؟ خب پس تختار پاک کنیم شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز یک مثال کار میکنیم مثال گفته که اگر در مثلث ای بی زاویه ارتفاع پنجا و دو درجه باشد پنجا و دو درجه و ارتفاع مثلث و ارتفاع مثلث با نام مثال 100 سانتی متر 100 سانتی متر باشد طول وات را دریافت کنید طول وات را دریافت کنید حالا در یک مثلث ABC که قائم زاویه است در مثلث قائم زاویه ABC دقت کنید قایم و زاویه چون گفته وتر دیگه وقتی وتر میگه دریافت کن مثلث ما چیست؟ و شما چی است قایم زاویه است خب بریم چرا هم کار میکنیم شاگرد عزیز دقت کنید پس ما این حل میکنیم یک مثلث قائم زاویه ABC ما میکشم برای خود فرض کنید بشه زاویه درجه است یعنی گفته زاویه ارتفاع ما و شما چی باشد؟ این باشد ایه. اینی باشد ب و این نقطه باشد سی شاگرد عزیز گفته زاویه ارتفاع 52 درجه زاویه ارتفاع موشم انیس اینی, اینی زاویه ارتفاع بوده بالا با میره صحیح او که از بالا پایین می اومد او چی میشه؟ زاویه تنزل زاویه تنزل چرا خب بود به این شک بود دیگه انی زاویه میشه زاویه تنزل صحیح است که حال فعلا زاویه ارتفاع رو با شما گفته زاویه ارتفاع موشم 52 درجه است صحیح است و گفته ارتفاع مثلث خب شاگرد عزیز ارتفاع چی است ارتفاع میشه سی ارتفاع ا ارتفاع فاصله BC چی میشه قاعده میشه در مثلث های قائم زاویه هم میفهمیم همون اردوزل با هم چی هست یک ارتفاع یک تاش قاعده است خب بابا حالا فعلا این ارتفاع ما و شما سی است گفته یعنی هم 100 سانتی متر است sais پس زاویه ارتفاع ما و شما امی زاویه B ما و شما 52 درجه است ارتفاع ما و شما 100 سانتی متر است حالا چی گفته گفته طول وتر AB باید دریافت کنیم یعنی AB ای را باید ما و شما چی کنیم نامش ایکس میگیریم که امیر دریافت کنیم خب چه رقم دریافت میکنیم این یا تا نسی که درس گذشته حل مثلث های قائم زاویه یاد داریم دیگه نه زاویه 52 درجه است او زل مقابلش هم چی است مقابلش هم 100 سانتی متر است ما چی میخوایم وقت هم میخوایم خب وقت زل مقابل بر وقت چی میشد ساین میشد درست است 52 درجه هم خب با ماشین حساب میتونیم دریافت کنیم دیگه درست است پس همین کار میکنیم پس به کار میکنیم شاگرد عزیز ما یک بار از ساین 52 و دو درجه را از شکل ما دریافت میکنیم میشه زل مقابل بر وتر پس میشه AC با AC ضلع مقابل وتر ما و شما AB است در AB که خب AC ما و شما چند است AC ما و شما 100 سانتی متر است پس 100 بالای وتر ما و شما خود ندارم. نامش x می‌ذاریم بالای x هست و یک بار دیگه سین 52 درجه فن 52 درجه رو گفتیم چی اگر بر حسب دقیقه داده باشد گفتیم از جدول استفاده می کنیم درست است اما اگر دقیقه نباشد از ماشین حساب میتونیم از تلفن خود استفاده کنیم درست است پس بان ما از ماشین حساب از ماشین تلفن استفاده کنیم و ببینیم ساین 52 درجه چند میشه خب شاگرد عزیز ساین 52 درجه رو می‌خوایم دریافت کنیم درست است پس ماشین حساب تلفن باز می‌کنیم و می‌زنیم ساین 52 درجه فقط فکرتان باشد شاگرد عزیز باید ماشین حساب برای چی دگری باشه درجه باشه دیگه 52 درجه است صحیح گفتیم بر اساس رادیان هم میتونه باشه که ما رادیان را گفتیم در آخر همین درف ما یک کمی براتون تشریح می‌کنیم که چی است حالی باید در روی چی باشد ماشین حساب دان برای دگری باشه درجه که از ما شما در روی درجه است درست است در اینجا می‌بینید که دگری نوشته کرده خب آلی چی میشه؟ ساین 52 درجه رو زدیم و مسایر میزنیم چند میشه؟ سفر اشاریه 78 80 10 75 36 که گفتیم میره باید ما شما رو انداف کنیم تا چهار رقم بعد اشاره رو انداف کنیم چی میشه؟ سفر اشاریه 78 80 سهیست؟ پس این رو نوشتن بکنیم ساین 52 درجه میشه سفر اشاریه 78 80 درست است؟ پس میرونیم سر تخته و این میکنیم افتاد و اشت اشتاد افتاد اشت، اشتاد پس شد ساین پنجا درجه خب ساین گفتیم ساین پنجا درجه رو ما یک بار از روی شکل دریافت کردیم شده چی؟ یک بر یک و ساین پنجا درجه رو با ماشین حساب دریافت کردیم شده صفر اشاری باید با هم چی باشد؟ مفایی باشد چون در ساین درجه است پس ما شما از دریافت میکنیم از نتیجه میگیریم که است یعنی چی؟ یعنی بالای مساوی با 0.7880 اشت خب بیرو میتونیم چی کنیم طرفین وسط تعیین کنیم دیگه نه یا X از دریافت کنیم اگه به این مخرج یک بتیم طرف این وسط تعیین کنیم به اشت این شکل میشه ایکس ضرب در 0.78 مساوی با 100 ضرب در 1 باز یک معادله میشه درست است پس من نوشتم میکنم کنم 0.7880 ضرب در x مساوی با 100 حالی اطراف تقسیم بر همی اشاره دار میکنیم که چی بشه ایکس ما و شما دریافت شوانه پس ایکس ما و شما چند میشه؟ پس ایکس ما و شما میشه یکصد تقسیم بر صفر اشاره افتاد اشت اشتاد درست هست. پس باید ما دریافت کنیم با ماشین صاف پس میشه یکصد تقسیم بالای چند؟ بالای صفر اشاره افتاد و اشت اشتاد جواب ما و شما میشه یکصد و بیست و شش پنج سیست که ما مگه روند آف کنیم با روند آف شما نمی میکنه میشه یک سد و سی با روند آف نوشتن درست است خب پس شاگرده عزیز فاهمیم چه رقم شد نه پس شاگرده عزیز دقت کنید گفتیم که سوال چی گفته اگر در مثلث قایم زاویه ABC زاویه ارتفاع 52 درجه باشد و ارتفاع مثلث 100 سانتی متر باشد طول وتر را دریافت کنید خب من نوشته کردیم گفتیم مثلث ای بی سی رو دریافت کردیم خود ما کشیدیم زاویه ارتفاع اینی میشه درست گفتیم اینی ارتفاع است اون زاویه که از بالا می چی میشه تنزل دقت کن چرا عزیز اینی تنزل نیست زاویه تنزل اگر شما با عنوان مثال سوال گفت زاویه تنزل بگه اینی میشه اینی خط افق هم و شما میکشیم اینی زاویه میشه زاویه تنزل درست است اینی داخل زاویه تنزل نیست اینی زاویه بیرون جور میشه اینی تنزل است حال زاویه ارتفاع نیست دا. و میفهمیم زاویه تنزل و ارتفاع با هم دیگه چی است مساوی خب سوال ما و شما زاویه ارتفاع رو گفته زاویه ارتفاع به ما و شما داده 52 درجه و خود ارتفاع به ما و شما داده 100 سانتی متر پس مانده می 52 و 100 حالا چی طول وتر از ما و شما خواسته وتر ما نامش چی گرفتیم x گرفتیم چون نداریم میخوایم دریافت کنیم خب درس گذشته حل مثلث های قائم زاویه رو یاد داریم دیگه درست است از این استفاده میکنیم ساین 52 درجه یک بار از شکل دریافت میکنیم زل مقابل بر وتر پس میشه 100 بر بالا x یکصد بالا ک و یک بار هم از تلفن استفاده کردیم از ماشین حساب تلفن شد ص۷ 8۰ سیست تا چهار رقم اشریه رو انداف کردیم دیگه نی خب حالی چون هردوی از یا ساین ۵ندو درجه است با هم دیگه مساوی است پس یکصد بالا کس باید با ای ۷8 د چی بشه؟ مساوی میشه پس نوشته کردیم یص بالا ک مساوی است با د با این مخرج یک برش میتونیم بدیم و ترفین وسعه تین کنیم پس یکصد زبدر در یک میشه یکصد و یکصد زبدر در صفر اشاری افتاده اشتاد اینی میشه سیست آلی اطراف تقسیم بر صفر اشاره افتاده اشتاد میکنیم. ما شما دریافت میشه که تقسیم تخ... کردیم و شده یکصد و بیست و شش اشاری و شش. درست است پس ایکس نویشتن میکنیم ایکس ما و شما در اینجا چند شد؟ شد یکصد و بیست و شش اشاری و شش. و شش. پس این هم یک سوال است. زاویه ارتفاع کار کردیم درست است و زاویه تنزلم هم به این شکل است. فقط فکر کنم باشه زاویه تنزل گفتیم زاویه که با خط افق جور میکنه درست است خط این خط افق ای نیست خط افق به خط افق هم میکشه خودت و اون میشه زاویه تنزل. خب در کارخانه که زاویه تنزلم سوال داریم خودتون باید کار کنید درست است شاگرد عزیز اما ما تختر پاک میکنیم کمی گفتیم در رابطه با چی با رادیان هم گپ میزنیم که چه رقم ما درجه بر به رادیان تبدیل کنیم درست است پس ما تختر پاک میکنیم و در رابطه با رادیان گپ میزنیم که چی هست. خب شاگرده عزیز در رابطه با رادیان پس رادیان چی است دقت کنید ما و شما اگر یک زاویه داشته باشیم گفتیم زاویه را بر حسب ما اندازه اندازه‌گیری کنیم بر حسب درجه میگیم زاویه 30 درجه زاویه 45 درجه زاویه 20 درجه درست است اما ما و شما در ریاضت بعضی وقتا به ای افاده ها میرسیم به عنوان مثال 30 درجه جمع عدد دو. صحیح سی درجه جمع عدد دو خب چند میشه خب یا با هم جمع شده نمیتونه چرا چون این عدد است و این درجه است هم جنس نیستن یا ما میرسیم سی درجه زب در دو درست است پس ما اگر بخوایم یک درجه رو با یک عدد جمع کنیم عملیات انجام بدیم جمع ضرب تقسیم تفریق فرق نمیکنه کنه یا با هم با دیگه جمع کردن نمیتونیم چرا چون در اینا نکی نیست پس به او خاطر ما باید چی کنیم یعنی سی درجه رو به عدد بیان کنیم درست است به عنوان یک عددی رو بگیم چند میشه که جو با دو جمع کنیم جوابش بکشیم چند میشه درست است به او خاطر ما رادیان تعریف میکنیم رادیان چی است یک واحد اندازه‌گیری زاویه است درست است یک از واحدهای اندازه‌گیری زاویه ما و شما درجه است و یک تا دیگه است رادیان است باز بخیر در صنف دهم شما رادیان دقیق میخونید که چی است و گرادم هست پس ما برای زاویه سه تا واحد اندازه‌گیری داریم درجه داریم گراد داریم و رادیان داریم درست است اما رادیان کاربردش بیشتر است در صنف 10 11 12 و بخیر فانتوم هم که خواندن رادیان رو باید یاد داشته باشین درست است پس ما فقط کمی براتون میگم چون در درس بعد از این رادیان استفاده شده کتاب ماوشو شما استفاده شده ما پس کمی براتون میگم که بفهمین چی هست درس بعد باز بفهمین دیگه درست است خب آلی گفتیم اگر ما و شما یک درجه رو بخوایم با یک عدد جمع کنیم به عنوان مثال یعنی درجه رو ما باید اول به رادیان تبدیل کنیم چون رادیان جنسش چی است عدد است رادیان جنسش عدد است درست است و باز میتونیم که از دو چی کنیم جمع کنیم درست شد خب آل فرمول شیه فرمول تبدیل رادیان به درجه من خیلی خلاصه براتون میگم تعریف دقیق رادیان در ده صنف دهم است شاگرد عزیز به خاطر من تعریفش کامل براتون نمیگم فقط فرمولش میگم که تبدیل کنیم همون که بفهمین درست است خب فرمول تبدیل رادیان به درجه بهش میشه دی بر 180 مساوی است با آر بر پای صحیح به مثال به ما و شما میگه که اعمال دی ما و شما سی درجه باشد دی میشه درجه آرم میشه رادیان صحیح پای پایم خب میفهمیم چند است پای چند است 3 14 15 92 65 36 و لایتانه ادامه دارد ولی ما و شما پای تقریبا چند میگیریم 3 اشاری 14 میگیریم درست است خب به مثال دی ما و شما سی درجه باشد به با ما و شما میگه که چی کنید آرش درو کنید سی درجه بر رادیان چند میشه صحیح خب ما میرم در فرمول مندازیم و تناسبش دریافت میکنیم خب بندازیم به جای دی میمانیم سی درجه پس میشه سی بالای 180 صحیح مساوی است با آر بالای پای آر رو باید دریافت کنیم از اگر ما آر دریافت کنم آر چی میشه؟ میشه سی زب در پای تقسیم بر 180 پس آر ما و شما مساوی است با سی زب در پای بالای 180 خب رو باید چی کنیم اختصار کنیم من 3 با 180 اختصار کنم پس 3 با 180 اگر اختصار کنم 3 بس اختصار کنم یک میشه 180 بس اختصار کنم 6 میشه صحیح است چون 3 6 18 میشه پس جوابش چند میشه جوابش میشه پای بالای 6 پس پای بالای 6 خب اگر بخوایم عددش دقیق تعریف کنیم پس دقت مشاور گراد عزیز فی درجه زاویه 30 درجه بر رادیان چند شد, بر رادیان شد, شد پای بر 6 اما اگر دقیقش با هم کنیم پای باید در ماشین حساب نوشته کنیم پای 3 اشار 14 15 92 36 تا لای تنایی تقسیم بر 6 که یک عدد میشه اما عدد چی است؟ رادیانش است دیگه نه؟ معمولا ما چی است؟ چون پای خودش چی است؟ عدد اشاره غیر ناطق عدد غیر ناطق است دیگه نه؟ چون اشاره دار تا لای ادامه داره دیگه سعیست؟ و متوالی هم نیست غیر متوالی است با خاطر چون دقیق نیست به معنی خود پای نوشتن میکنیم. در خیلی از کتاب ها دیگه پای 14 نوشتن نمیکنه امی زاویه 30 درجه رو بر رادیان میگیم چند پای بالای 6 پای بر 6 صحیح است اگر زاویه زاویه واو شما 45 درجه باشد در این فرمول بندازی میشه پای بالای 4 یا پای بر 4 میشه صحیح است اگر زاویه واو شما 60 درجه باشد در این فرمول خودتون حساب کنید کتاب چیتون حساب کنید اگه 60 درجه باشین به با جای دی 60 بونین همین فرمول چکن حل کنید و جوابش میشه پای بالای سه یا پای بر سه میشه درست است پس این فرمول بسیار آسان است و برعکس اگر به ما شما رادیان بده و درجه رو بخواید باز ما به جای آر رادیان میمانیم و درجهشه ش دریافت میکنیم درست است پس این فرمول خود میتونیم کار کنیم اما چند تا نسبتی که بسیار مهم است پس شاگرد عزیز سی درجه چند شد پای بر حالا اگر بخوایم به عنوان مثال ما همین سوال خود کار داشتیم دیگه نه گفتیم سی درجه جمع دو خب سی درجه رو من اگر به رادیان تبدیل کنیم شد پای بالای شش خب با باند مکد ماشین حساب حساب کنیم پای بالای شش چند بشم عددش دریافت کنیم دقیق پای بالای شش پای باند من یه صفر کنم پای تقسیم بر شش جوابش میشه صفر اشاره پینجا و سی و شش اگر من تا چهار رقم اشاره رو رمنداف کنم پس این رمنداف کنم پس این به جای سی درجه میشه پای بالای شش جمع دو پای بالا 6 اگه من رمداف کنم میشه صفر اشاره 0.52 صفر اشاره 36 52 36 تا 4 رقم اشاره رمداف کردم جمع دو جوابش میشه 2 اشاره 52 36 صحیح؟ این ولی روند آف کردیم شکرده عزیزان درست است؟ فهمیدی چرا خم شد دیگه پس سی درجه جمع دو دیگه نمیشه ۳۲ درجه چون این دو درجه نیست این ای عدد است با خاطر ما شما درجه را آمدیم به رادیان تبدیل کردیم رادیان چی واحد اندازگیری زاویه و جنس از او عدد است با او خاطر پس پای بالا پای هم از سه اشاره تا لایتنهایی. شما چی میکنید؟ دماش میزنید تقسیم بر شش یک عدد میشه این ای عدد میشه اینو که ما چی جمع بکنیم درست هست؟ پس فهمیدی چرا رقم شد دیگه نه خب شاگرد عزیز اما چند زاویه که بسیار بر ما و شما ما و شما مهم بود چی بود 30 درجه 45 و 60 دیار کار کردیم دیگه نه ساین کوساین تانجان و کوتانجان چه گفتیم باید افت کنی حتما دزن خود داشته باشه درست است پس ما اونها عمو 30 45 60 درجه را چی برادیان رادیان تبدیل میکنیم چون در این فرمول میندازیم تبدیل میکنیم ب... و نتیجه باید به این شود دقت کن شاگرد عزیز خود 180 درجه میشه پای 90 درجه میشه پای بر دو صحیح و 60 درجه میشه پای بالای 3 و 45 درجه میشه اینا درجه هست دیگه است؟ پای بر 4 اگه داخل این فرمول بندازین 30 درجه میشه پای بر 6 صحیح صفر درجه میشه صفر پا. صفر میشه فرق ما میکنه صرف درجه چی به درجه چی بعدت صفر میشه خود فهمیدین اما همین چند تا شما در این فرمول بندازین و جوابش باید بکشین 180 درجه رو بنداز پای میشه 90 درجه رو بنداز پای بر دو میشه 60 درجه به جای دی بنداز صحیح میشه چند پای بر 3 45 درجه پای بر 4 و 30 درجه پای بر 6 یار باید یاد داشته باشین صحیح است شاگرد عزیز فهمیدین چه رقم دیگه نه پس رادیانم من کمی بر تشریح کردم البته به طور خیلی خلاصه چون رادیان شما در سنف دوام کامل و آه... کامل جامع میخوانید که چی است درست است چرا ما ایر گفتیم چون در درس بعدی ما و شما که بخیر میخوانیم درس بعدی ما و شما معادلات مثلثاتی مسلسطی... مثلثاتی است درست است البته ما اول دایره مثلثاتی رو میگیم بعد معادلات چه میگیم درست است معادلات از یا استفاده شده پس ما بفهمیم که چی است درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز پس درس امروز ما و شما خلاص شد زوایای مایل ارتفاع و تنزیلی گفتیم چی است و رادیان هم در آخر جلسه گفتیم که رادیان چی است درست است و میتونیم به درجه به رادیان تبدیل کنیم پس من تیک مارک میکنم درس امروز ما و شما خلاص میشه و چی است کارخانگی ما شما تمرین های صفحه 120 کتاب رو باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 13 درست است شاگرد عزیز و گرامی پایان درس هفتم از فصل چهارم شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا نگهدار